کدام شرکت؟ این مسافران درمانده جمع آمده از رهبری آژانسی اویاسیون شهروندی اکرام سبحانزاده طلب دارند که مشکل آنها را حل کند. برای رفتن به روسیه از شرکت سیور نیویتر بلیت خریدند، ولی یک هفته است که نمی توانند پرواز کنند. همین خلق امیر از راهی کنید، یک سه روز باز من همین موان همینجا به مسافر را عذاب کشیده شدیم، بالی بیتون بخوابیم. شما یادت هم باشد، من یک چند روز پیش آمده بودم در فرودگاه با تمام مسافران واخوردم و فهموندم که حتما طلبات شما قانع گردانده شد و پروازها اجازه داده شد. لیکن باز من همه شما را دعوت کردن در پروازهایی که اجازه ندارد دعوت کردن، باز همینجا این نادرست است. جمع آمد مسافران در نزد فرودگاه بین المللی دوشنبه رهبران آژانسی اویاسیون شهروندی و فرودگاه را مجبور کرد که به نزد آنها برایند. برای حفظ ترتیبات پلیس نیز دعوت شد. آژانسی اویاسیون شهروندی هفته گذشته اجازتنامه شرکت سیور نیویتر را بیکار کرد، شرکتی که اکنون مسافرانش دلیل برگزار نشدن پروازهای آن را میپرسند. شرکت هواپیمای سیور نیویتر دین روز مکتوب اویدی پاس کردن ارزش چیپتا و اگنتی آورده رسان و دینا روزگی داد که آنها از این پاس نرخ چیپتا را $500 میکنند. آن اکنون درخواست شرکت مذکور در بررسی است. پس از موافقه نمودن تمام طلبات ها مسئله پرواز این شرکت بررسی کرده می شود. فقط و فقط شرکت ها باید طلبات را رعایت کنند، نرخ پاس فرورند. مقصد یگانه است. رهبری آژانسی اویاسیون شهروندی با تکرار از پایین بردن نرخ بلیت به روسیه می گفت و تلاش می کرد ازدحام را آرام کند. اما ساکنان می پرسیدند که چرا افرادی که الکی در دست چپته دارند نمی توانند پرواز کنند و تا کی این احوال دوام خواهد کرد؟ ما باید 19 دم می پریدیم، 19 دم نیت کردن گفتن نرویم. با این دین آمدیم نشد، با این روز آمدیم نشد، این خیلی نمیدونم با خلاصه شونه چی می برارن. بلیت ها که گرفته بوده؟ بلیت ها که 20 روز یاد شده گیا. چند روز؟ 8800 گرفته گیم بلیت. سوم نمونده که سومونه که. ولی باید کوی چه ما چه میکنه سروک کوی دیمو بچه ها. کجا میره با ما؟ اما نمایندگان شرکت سیور نیویتر در اینجا نیستن و حالا معلوم نیست که مشکل این شهروندان کی حل می شود. جناب سبحانزاده به جمع آمدگان وعده کرد که به زودی مسئله را بررسی خواهد کرد. در دفتر شرکت سیور نیویتر توری میبینید بسته است و نمیتوانیم نظری آنها را پرسیم. هفته گذشته نمایندگان آن گفتند نرخ بلیت را به روسیه از معیار تعیین شده بالا نبردند. پروازها از تاجیکستان به روسیه بعد یک سال تنفس از 1 اپریل آغاز شدند، ولی تا حال شکایت ها از درماندن مسافران از فرودگاه های کشور رسانه‌ای می شود. مهاجران نمی دانند با گناه کی شب و روز خود را با انتظار در اطراف فرودگاه می گذرانند. آنها یک چیز می خواهند، پرواز کردن به روسیه، ولی از آنها خواسته می شود به هر گونه اغوا دادن نشوند. مولا رجب یوسفی امردین آلیموف، آزادی دوشنبه.